به نام خدا، بنده قصد دارم در این فایل توضیحاتی رو در خصوص دستگاه شور ارائه بدم. متنی رو که کمک کننده این توضیحات بنده خواهد بود خدمتتون میخونم و این متن از کتاب ردیف موسیقی سنتی ایران به روایت موساخان معروفی است. این متن به این صورته که میگه موسیقی سنتی ایران به نام ردیف موسیقی که در دست از استادان قدیمی است و جزی از آن مورد عمل نوازندگان امروز است، بر 7 دستگاه اصلی شامل 228 گوشه استوار است. هر دستگاه به وسیله یک سلسله صداهایی مشخص می شوند که در هر اکتاو شامل 1/4 درست و 1/5 درست می باشد. وسعت آن معادل وسعت صدای آوازی انسانی، یعنی در حدود 2 اکتاو است. در اسباب‌های جدید موسیقی نوازندگان ممکن است از این حد گذشته آن را تا چند اکتاو ادامه دهند. در هر دستگاه عمل ملودی هر یک از درجات گام دقیق و مشخص است و همین است که نوازنده را در بداهه سرایی روی گوشه ها راهنمایی می کند. بین درجات گام هر دستگاه 3 صدای اصلی موجودند که عملشان بسیار مهم است. صدای اول نوت شاهد نام دارد و مرکز ملودی محسوب می شود، یعنی صدایی است که آهنگ در اطراف آن سیر تکاملی خود را می پیماید. صدای دوم نوت متغیر نام دارد که به میزان یک لیما یا یک کما به طرف بم یا زیر تغییر مکان می دهد و برای بیان حالات مخصوصی مانند غم و شادی به کار می رود. صدای سوم نوت ایست است که آهنگ موقتا روی آن ختم می شود و به اصطلاح فرود می آید. در بعضی دستگاه ها نوت مایه خود نوت ایست و یا نوت شاهد و یا هر دو محسوب می گردد. در برخی دیگر نوت شاهد تغییر مکان می دهد. در این حالت دستگاه در عین حفاظت فواصل اصلی گام رنگ دیگری به خود می گیرد که نغمه یا بیات نامن و در عین بستگی به دستگاه اصلی نیمه استقلالی می یابد. مثلا از دستگاه شور 4 نغمه منشعب می گردد. نغمه ها نیز به نوبه خود به وسیله نوت های اصلی شاهد، متغیر و ایست مشخص می شوند و حدودشان از 1/4 یا 1/5 تجاوز نمی کند. هر دستگاه با 1 یا چند قطعه به نام درآمد آغاز می گردد. نغمه ها که پی در پی یکدیگر ادامه می یابند، هر یک به وسیله قطعه ارتباطی به نام فرود به دستگاه اصلی متصل می شوند. همچنین است ارتباط گوشه های موجود در هر نغمه با نغمه اصلی. طبق این متنی که خوندم براتون، دستگاه شور با تغییر در حقیقت نوت شاهد و جای نوت شاهد 4 تا نغمه رو در حقیقت میتونه داشته باشه و این 4 تا نغمه میتونه زیر مجموعی از دستگاه شور باشه و فواصل اونها هم با دستگاه شور کاملا مشترکه. این توضیح رو لازم میدونم بدم که ما در حقیقت چند شور و چند قسم در حقیقت دستگاه شور رو میتونیم رو ساز تار اجرا کنیم که در حقیقت رایج هست. ما روی ساز تار 3 نوع شور بسیار رایجه که نوع اول و در حقیقت من بهش میگم شور لا، که در حقیقت شروعش از نوت لا خواهد بود، لا به کار. شور و شور دومی که میشه باهاش در حقیقت میشه رو تار به راحتی و زیبا اجرا کرد، جای خوبی روی تار هست، شور ره هست که شروعش از نوت ره هست. و شور سومی که خیلی رایج در حقیقت هم بین خواننده ها و هم بین نوازنده های ساز تار و دیگر سازهای ایرانی، شور صلح هست که در حقیقت نوت شروعش نوت صلح هست. هر یک از این شورها روی ساز تار با یک کوک
مناسب اون در حقیقت قابلیت اجرا رو دارن، که این کوک میتونه در حقیقت یک کوک مادر مثل دو سل دو باشه، یا کوک منحصر به اون شور، مثل اینکه در شور سل ما سازمون رو کوک کنیم دو سل دو فا. الان کوک ساز من هست دو سل دو فا. این کوک مخصوص شور سله که دو سل دو فا نام داره و ما سیم جفت سیم اولمون که دو، جفت سیم دوممون سله و جفت و سیم پنجم یا سیم واخونمون دو، در حقیقت همانند سیمای اولمون، و سیم بممون هم فا کوک شده. با این کوک ما به راحتی میتونیم شور سولو بنوازیم روی ساز تار و در حقیقت هم شور سول و هم نغمه های حاصل از دستگاه شور. شور بعدی که توضیح دادم خدمتتون شور ره هست، که در حقیقت نوت اصلیمون نوت ره، و کوک ساز هم بهتره که باشه دو سول ره ره، یعنی کوک معمولی که برای شور ره میدن دو سول ره ره، که میتونه در حالتهایی مثل شیوه های نوازندگی استاد جلیل شهناز میتونه به دو سول فا میکرون ره هم تغییر پیدا کنه. دو سول فا یعنی سیم جفت سیم اول دو، سیم زرد اول سول، سیم زرد دوم فا، سیم واخون میکرون و سیم بم ره. دو سول فا میکرون ره. البته اگر این کوک ترکیبی رو ما به سازمون داده باشیم، در حقیقت بیشترین اجرا و نوتگیریمون رو جفت سیم اول خواهد بود و از سیم ها، از چهار تا سیم دیگه به عنوان در حقیقت واخون اجرا استفاده خواهیم کرد و یک صدای هارمونیک و زمینه به اجرامون خواهد داد. شور بعدی که میخوام توضیح بدم خدمتتون شور لا هست، که نوت شروعش از لاست و بهترین کوکی که میشه براش در نظر گرفت دو سول لا کرون ره هست، یعنی جفت سیم اول دو، جفت سیم دوم سول، سیم واخونمون لا و سیم بممون ره. من کوکو تغییر میدم به در حقیقت دو سول لا کرون ره. جملاتی از شور لا رو خدمتتون اجرا میکنم، ببینید که با این کوک دو سول لا کرون دو سول لا ره چجوری میشه شور لا رو اجرا کرد. این جملاتی بود در شور لا و تعدادی جمله هم در شور ره براتون اجرا میکنم.
برای شور ر میتونیم در حقیقت کوکمونو بکنیم دو سول ر ر. اینم جملاتی بود در شور ر و نوبت میرسه به شور سول که جملاتی رو در شور سول اجرا کنم و توضیحاتی رو در مورد نغمه های حاصل شده از شور که در حقیقت میتونه به عنوان آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز افشاری و آواز دشتی مطرح بشه توضیحاتی رو ارائه بدم خدمتتون. برای اجرای شور سول بهترین کوکی که میشه رو ساز تار در حقیقت اجرا کرد کوک دو سول دو فای، همونطور که اول توضیحاتم هم خدمتتون ارائه دادم. به تا وقتی سیم واخونمون کوکش ره بخوایم دو کنیم باید یک پرده صدای ساز رو بمتر، صدای سیم رو بمتر کنیم و هم کوکش میکنیم با سیم های اول، جفت سیم اول و سیم بممون هم که ره باید برسونیم به فا. پس این کوک دو سول دو فا در حقیقت مناسب اجرای در حقیقت شور سول هست. این کوک های ترکیبی که خدمتتون گفتم بیشترینش در حقیقت مناسب حال تک نوازی و سولو هست. شما اگر بخواید با گروه نوازندگی کنید در حقیقت ساده ترین کوکی که جوابگوی این اجراها یعنی این گام ها باشه رو باید کوک کنید. معمولا دو سول دو یا دو سول ر جوابگوی همه این اجراها هست. الان نوبت میرسه به متعلقات دستگاه شور که توضیحاتی رو در مورد اونها خدمتتون ارائه بدم. ما فقط بدونیم که توی دستگاه شور طبق همون توضیحاتی که گفتیم سه نوع نوت داریم، نوت شاهد و نوت متغیر و نوت ایست. توی درآمد دستگاه شور نوت شاهد و نوت ایستمون در حقیقت یه نوت هست و همونیه که در حقیقت شور به نام اون معروفه. مثلا شور سول نوت ایست و شاهدش همین سول هست.
متغیرمون هم نوت ره هستش که میتونه از بکار به کرون متغیر باشه و در حقیقت بسته به حالتهای اجرایی که اینجا در حقیقت اشاره کردم خدمتون که برای در حقیقت رسوندن یک احساسی چه غم چه شادی میشه در حقیقت. بله اینجا توضیح داده بودم خدمتتون که صدای دوم نوت متغیر نام دارد که به میزان یک لیما یا یک کما به طرف بم یا زیر تغییر مکان میدهد و برای بیان حالات مخصوصی مانند غم و شادی به کار میرود. اینک نوبت میرسه به نغمه های دستگاه شور که نغمه اولمون نغمه ابو عطا هست. این نغمه از درجه دوم دوره دستگاه شور آغاز میگردد که در این حال نوت ایست به شمار میرود. نوت شاهد آن درجه چهارم دوره است و نوت متغیر ندارد. پس ببینید توضیحی که در مورد نوت نغمه ابو عطا یا آواز ابو عطا داده در کتاب ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی موساخان معروفی به این حالت گفته که این نغمه از درجه دوم دستگاه شور آغاز میگردد. الان ما تو شور سول هستیم و درجه دوم میشه لا کرون که در این حال نوت ایست به شمار میرود. نوت شاهد آن درجه چهارم دوره است. ببینید ما در حقیقت نوت شاهدمون درجه چهارمه، یعنی اگه درجه اول رو سول حساب کنیم چون شورمون سوله، درجه دوم و لا کرون، درجه سوم و سی بمول، درجه چهارم و دو. پس بنابراین نوت شاهد این ابو عطا، ابو عطایی که حاصل شده از شور سول هست، روی نوت دو خواهد بود و ایستمون رو نوت لا کرون. پس میبینیم که در حقیقت بیشترین عمل کردمون توی در حقیقت فعالیتمون توی نغمه ابو عطا یا آواز ابو عطا که حاصل شده از شور سول هست روی نوت دو خواهد بود. و ایست موقتیمون رو نوت لا کرون. توضیحات نغمه ابو عطا بود که البته نوت متغیر هم گفتیم که نداره. توضیحات بعدی در مورد نغمه بیات ترک هست و به این حالت که نوت شاهد این نغمه درجه سوم گام شور و نوت ایست آن درجه هفتم آن است. ما توی شور سول اگه بخوایم در حقیقت از شور سول بیات ترک بگیریم باید درجه سوم اونو به عنوان نوت شاهد قرار بدیم به این حالت، یعنی درجه اول خود سول باشه، درجه دوم لا کرون، درجه سوم سی بمول. نوت ایست اونو گفتیم که درجه هفتم شوره. درجه هفتم وقتی از روی سول بشمرید، سول یک باشه، دو لا کرون، سه سی بمول، چهار دو، پنج ره، می کرون، فا.
فا میشه درجه در حقیقت هفتم. پس نوت ایستمون در بیات ترک سی بمول که مربوط به شور سل هست، یعنی بیات ترک سی بمولی که شورش سل میشه، نوت ایستمون فاه و نوت شاهدمون سی بموله. بهترین کوکی که برای بیات ترک سی بمول میشه داد و استاد شهناز بارها در اجراهای خودشون استفاده کردن، کوک دو سل سی بمول فای به این حالت. همونطور که میبینیم نوت شاهد درجه سوم گام شوره و ما بیشترین عمل کرده فعالیتمون در حول و حوش همین نوت شاهد که سی بمول باشه است. ولی ایست های در حقیقت موقتیمون روی فا خواهد بود. خب نغمه بعدیمون نغمه افشاری هست. توضیح مربوط به نغمه افشاری اینه که در این نغمه درجه چهارم دستگاه شور نوت شاهد و درجه دوم آن نوت ایست و درجه پنجم نوت متغیر است که معرف حالت مالی خولیایی این نغمه است. در این نغمه بیان شکایت و غم و اندوه مناسب تر است. پس نغمه افشاری رو گفته که درجه چهارم دستگاه شور نوت شاهد بوده، یعنی دستگاه شور که شورمون سله، درجه اول سل، درجه دوم لا کرون، درجه سوم سی بمول، درجه چهارم نوت شاهد و درجه دوم آن یعنی لا کرون نوت ایست. بخوایم در حقیقت این افشاری به نحو زیبا اجرا کنیم باید دو سل دو دو کوک کنیم. پس ببینید در حقیقت نوت شاهدمون نوت دو هست که میشه درجه چهارم شور سول و نوت ایستمون روی لاکرون هست درجه دوم شور سول.
منتها بیشترین عمل کرد و فعالیتمون رو حول هوش نوت دو هست و نوت متغیرمون هم درجه پنجم که ره هست، یعنی ره از حالت بکار به کرون تون تون تغییر میده و بر اساس اون احساس نوازنده غم و شادی میتونه این از ره کرون به ره بکار و از ره بکار به ره کرون تغییر کنه، ولی ایست نهاییمون رو نوت لا کرون خواهد بود. به این حالت پس این هم توضیحات نغمه افشاری که در حقیقت نوت شاهدش درجه چهارم در حقیقت شور هست. پس تا اینجا فهمیدیم که درجه دوم ابواتا، درجه سوم بیات ترک، درجه چهارم در حقیقت افشاری. نوبت میرسه به نغمه چهارم دستگاه شور یا در حقیقت آوازی که از ملحقات دستگاه شور هست به اسم نغمه دشتی یا آواز دشتی. توضیح مربوط به نغمه دشتی یا آواز دشتی اینه که این نغمه از درجه سوم گام شور آغاز می شود. درجه پنجم گام نوت شاهد آن است که در عین حال نوت متغیر نیز می باشد. پس درجه پنجم گام شورمون، یعنی اگر شور سول باشه، درجه دوم لاکرون، درجه سوم سی بمول، درجه چهارم دو، درجه پنجم میشه ره. ما نوت شاهدمون درجه پنجم شوره، یعنی درجه پنجم شور میشه آواز دشتی که در عین حال نوت متغیرمون هم هست، یعنی هم لا بکار هم لا کرون دوتاش با هم در حین اجرا استفاده خواهد شد. نوت ایست این نغمه همان نوت مایه شور است، نوت مایه شور است در حقیقت. پس نوت ایستمون توی آواز دشتی میشه همون نوت اصلی شور که همین شور سل هست و نوت سل میشه. پس توی دشتی ره، توی دشتی ره که حاصل شده از شور سل هست، نوت ایستمون رو خود نوت سل هست که در حقیقت شور به همون نام نامیده میشه. پس به این حالت میشه نوت شاهدمون ره و اجراش به این حالته. متغیرمون هم گفتیم ره. این نغمه از درجه سوم گام شور آغاز میشه، درجه سوم میشه سی بمول دیگه، در حقیقت سول لا سی بمول، از سی بمول شروع میشه و نوت شاهدمون خود نوت ره و نوت ایستمون همون مایه اصلی دستگاه شوره که همون نوت سوله. Thank you.
بنابراین پس کوک مناسب هم برای این دشتی ر خواهد بود دو سل ر ر. به این حالت اجرا میکنیم و کوک رو براتون انجام میدم. تا اینجا ما توضیحاتی رو در خصوص دستگاه شور و انواع مختلفش رو که گفتیم، سه تا در حقیقت سه نوع شور توی ساز تار بهتره که اجرا بشه، حالا شاید توی کوک های دیگه هم بشه اجرا کرد، ولی سه کوک در حقیقت کوک رایج و متداول این ساز هست که گفتیم شور لا و ر و شور سل و در حقیقت نغمه هایی که همگام و همفواصل با خود اون دستگاه شور هستن و اشاره هایی به نوت شاهد و نوت ایست و نوت متغیر و نحوه اجراهاشون کردیم. امید که این فایل و ویدئو مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. انشالله توفیق باشه. سعی خواهیم کرد که توضیحات دیگه ای رو در مورد دستگاه های دیگه و نغمه های دیگه خدمتتون ارائه بدیم. خیلی متشکرم.